سلام دوستان، چه خبر؟ من مسعود هستم و توی این ویدیو میخوام درباره نحوه ساختن یه ویدیوی آنباکس درست و حسابی صحبت کنم. اخیرا توی ایران ساختن ویدیوی آنباکس خیلی مد شده و مثلا توی اینستاگرام از پیج فروش گوشی گرفته تا پیج کتاب فروشی محصولات خودشون رو آنباکس میکنن. اما چیزی که کمتر میبینیم ویدیوی آنباکس متمایز و درست و حسابیه، یعنی یه ویدیویی که بتونه حتی نظر کسی رو که نمیخواد اون محصول رو بخره رو هم جذب بکنه. اخیراً دیجیکالا هم یه مسابقه آنباکس در 100 ثانیه گذاشته که هر هفته 4 تا ویدیوی برتر رو توش نمایش میده. من خودم 2 بار توی این مسابقه شرکت کردم، 1 بار کتاب منطق التیر عطار رو آنباکس کردم، 1 بارم JBL کلیپ 3 رو که سر آنباکس کتاب 3 شدم و سر آنباکس JBL کلیپ 3 2. برای ساختن ویدیو آنباکس بهتره که از بیشتر از یه زاویه فیلم برداری کنید، وگرنه ویدیوتون کسل کننده میشه. من خودم تو هر 2 تا ویدیو از 2 تا زاویه فیلم گرفتم، یه دونه از بالا و به صورت عمود و یه دونه هم از کنار. واسه فیلم برداری از بالا و به صورت عمود که رایج‌ترین و فکر کنم بهترین زاویه فیلم برداری برای یه ویدیو آنباکسه، یه سپایه گرفتم که ایرانی هم از قیمتش بین 300 تا 400 تومن فکر کنم الان و کیفیت خیلی خوبی نداره. اما اگه بخواید یه چیزی که کیفیت بهتری داره رو بگیرید دیگه بیشتر 1 میلیون باید هزینه کنید. اگه اصلا سپایه نداشته باشید هم باز میتونید از روش‌های دیگه استفاده کنید که دوربین رو به صورت عمود روی سوژه نگه داره. من خودم که قبلا این سپایه نداشتم مجبور بودم از یه سپایه دیگه استفاده کنم برای عمود نگه داشتن دوربین که یک کمی کار رو سخت میکرد، اما بالاخره هر جوری شده اون کار رو انجام میداد. 2 تا زاویه ای که میگیرید رو هم لازم نیست که حتما 2 تا دوربین داشته باشید، 1 بار میتونید از بالا بگیرید، 1 بار حالا از بغل و بعدش 2 تا ویدیو رو با هم ادغام کنید، یا اصلا از بغل که میگیرید فقط یه تیکه‌ای رو کنار هم بذارید انگار که همزمان داره فیلم گرفته میشه. خودم تو کتاب منطق التیر عطار مثلا این کار رو انجام دادم اینجا و میبینید که خیلی خوب با همین 2 تا ویدیو ادغام شده. بعدش حتما ویدیوهای کسایی که آنباکس میکنن رو نگاه کنید. توی همین یوتیوب کانال هایی هستن که آنباکس های فوق‌العاده‌ای میذارن، بعضیشون حتی آموزشش رو هم میذارن و میتونید اونها رو نگاه کنید و از اونها الهام بگیرید برای ویدیوهای خودتون. تقلید کردن در این زمینه هیچ وقت بد نیست، چون بعضی هستن که واقعا بهتر از ما بلدن این کارو و باید ازشون یاد بگیریم. من خودم تو کتاب منطق التیر عطار چون خود کتاب جعبه نداشت مجبور بودم رو جعبه دیجیکالا مانور بدم و این حرکت ابتداییش رو از یه ویدیوی دیگه الهام گرفته بودم. اونطور خب من مثل اونها تجهیزات آتلیه‌ای نداشتم، مثلا بک‌گراند مشکی اینا. برای این کار یه پتوی بنفش داشتم و اون را از پشت آویزون کردم و بعدش هم با استفاده از کالر گریدینگ تو نرم‌افزار فاینال کات پرو اون پتوی بنفش رو سیاه کردم. خودم لباس مشکی پوشیده بودم تا با بک‌گراند خیلی خوب هماهنگ بشه. استفاده از تکنیک بیرول هم توی آنباکسینگ یه جاهایش رو اگه انجام بدید خیلی میتونه به جذابتر شدن ویدیوتون کمک بکنه. حتما هم از ساوند افکت ها توی ویدیو آنباکس استفاده کنید، مثلا بریدن جعبه با چاقو یا باز کردن چسب و اینا. ساوند افکت هاشون توی اینترنت هست، سایت هایی هستن که به صورت رایگان این ساوند افکت ها رو در اختیار شما قرار میدن و استفاده از اونها میتونه ویدیوتون رو خیلی واقعی تر و جذاب تر بکنه. و در نهایت مهم اینه که ویدیو رو بسازید و از چیزی نترسید، نه از کامنت منفی، نه از اینکه ویدیوتون خوب نباشه. حتما باید 10 تا ویدیو اولش بسازید که بد باشه تا اینکه بالاخره 11 ویدیو شاید خوب در بیاد. من خودم الان 3 سال دوربینم رو خریدم، دارم ویدیو میسازم، اما میبینید که توی این مسابقه 1 بار 3 شدم، 1 بارم 2. پس از کامنت های منفی اصلا نترسید،
کار خودتون رو انجام بدید و سعی کنید که هر ویدیو پیشرفت کنید و هیچ وقت هم ناامید نشید تو اینا، چون خیلی طول میکشه که بشه حرفه‌ای ویدیو ساخت. خب دوستان، خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم به دردتون خورده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر این کانال رو سابسکرایب کنید.